با سلام به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران، بسیار خوشبختیم که باز هم فرصتی دست داد تا گفتگوی با آقای دکتر منوچهر هزارخانی داشته باشیم، به ویژه که همه هموطنانمون ایشون رو به خاطر فعالیت‌هاشون، نوشته‌هاشون، آثار و کتابی که ترجمه کردن از سالها پیش میشناسن و به ویژه نامشون در محیط‌های دانشجویی، فرهنگی و مبارزاتی میهنمون در سالهای گذشته همیشه بر سر زبان‌ها بوده. خیلی خوشحالیم آقای دکتر هزارخانی که لطف کردین دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتین. من هم از شما تشکر میکنم. با سلام خدمت شما، با سلام و درود خدمت بینندگان شما و به خصوص با درود فراوان خدمت اعتصاب کنندگان پراکنده در دنیا که مشغول پیشبرد اعتصاب قضای خودشون هستند و من امروز شنیدم که از داخل ایران هم زندانیان فراوانی اعتصاب قضا رو شروع کردن به خاطر پیشبرد هدفهایی که دارن و اینا همه اسباب خوشبختی ماست. یعنی به جریان سیلاسای مبارزه پیوستند. بله، با سلام خدمت همگی اونها. درود بر شما آقای دکتر. با توجه به لطف و محبتی که همیشه به دستن در کاران سیمای آزادی داشتین، من امروز سعی کردم که سوالات متعددی مطرح کنم و در این گفتگو با شما صحبت کنیم و از موضوعات روز و سیاسی و اینا یک کمی پا فراتر گذاشتیم اگر اجازه بدیم. خواهش میکنم. خب آقای دکتر، از اینجا شروع کنیم که با توجه که میدونم شما تحصیلات پزشکی داشتین، چطور شد که یه دفعه این حرفه و تحصیلات و پزشکی رو رها کردین وارد مبارزات سیاسی و فرهنگی و نوشته و آثار و ترجمه و این چیزا شدین؟ خب یه نکته فنی رو اجازه بدید اول تذکر بدم بعد به سوالتون جواب میدم. سیر قضایی اینجوری نبوده که مثلا من اول پزشکی خوندم بعد پزشکی رو گذاشتم کنار وارد سیاست شدم، اینجوری نبوده. تا اونجایی که حافظم یاری میکنه توی آرشیو ذهنیم که میگردم، فقط یه آدم رو من، اون هم حالا شاید این شناختی که ازش دارم خیلی شناخت سطحی و افواهی باشه، ولی به پاش ثبت شده که یه آدمی بوده که دوتا کار رو با هم نمیتونسته بکنه. مدتی هم رئیس جمهور آمریکا بوده، آقای جرالد فورد، به اسم اون ثبت شده به هر حال، من نمیدونم واقعیت داره یا نداره. بله. میگفتن ایشون نمیتونه هم راهپیمایی کنه هم آدانس بجوه، دو تا کار بسیار سخت که تمرکزشون فقط روی موضوع بوده. آره، یعنی یکی از این دو کار رو میبایستی که در اون لحظه ای که میبایست تصمیم بگیره انتخاب بکنه. نمیتونم من ادعا بکنم که ما یه خورده تکامل یافته تر از ایشون بودی، ولی دو تا کار رو به هم میتونستیم انجام بکنیم، یعنی هم درس بخونم مثلا و همین که تا اونجایی که میشه وارد سیاست بشیم اینجوری. یعنی یکی بعد از دیگری نیومده، این دو تا با هم. حالا لابد که طبیعت هم یه جوری بوده که اینو اختصار میکرده. این از بابت چیز به اصطلاح این تذکر فنی.
باید خیلی به عقب برگشت واسه اینکه اون چیز رو در نظر مجسم کرد، اون محیط رو که ما توش بودیم در نظر مجسم کرد. سالهای بسیار متحول و شرایط سیاسی خیلی متحولی داشتیم. دوران بعد از جنگ بوده، بعد از جنگ دوم که ایران هم خب خورده ریزای جنگ به اونجا هم رسید. بله، دیگه حتی سربازان متفقین هم به اونجا وارد شدن. پل پیروزی نام گرفت دیگه به خاطر همون استفاده از آهن. بله بله، که سلاح‌های آمریکایی رو از جنوب منتقل می‌کرد به شمال برای سربازان اتحاد جماهیر شوروی که اون موقع وجود داشت. یه فضایی بود که فضای بعد از جنگ بود. خوبیای فضای صلح‌آمیز رو داشت، بدیاش هم داشت. عده‌ای از روزنامه‌نگارای آدمای سیاسی اینا اون فضا رو در همون موقع خودشون تعبیر می‌کردن به اینکه یه نوع دموکراسی کاذب حکم فرماست بر ما. یه چیزایی از دموکراسی بود، انتخابات مثلا بود، مردم می‌رفتن رأی می‌دادن، مجلس بود، دولت بود، این چیزا بود. یه چیزایی هم نبود، مثلا سانسور که در چیز بود، در حکومت های دیکتاتوری خیلی رسمه، یعنی اول سانسور رو برقرار بکنن بعد چیزهای دیگر رو به دنبالش میچینن. سانسور وجود نداشت به طوری که الان آدم احساس میکنه. روزنامه ها رو توقیف ولی میکردن. روزنامه میتوانست بعد از اینکه توقیف شد با نام دیگری منتشر بشه. بله، اینجوری بود. بله. یعنی قفل نمیکردن طرف رو که مسئول یه فعالیتی بود، به خصوص اگه فعالیتش فعالیت مطبوعاتی و فرهنگی اینا توی همچی چیزی بود. ما به عنوان شاگرد مدرسه دانش آموز دبیرستان اعتصاب هم میکردیم، بیرون هم میومدیم، ولی همه اینا دلیل سیاسی داشت. مثلا من شخصا خودم جز دانش آموزانی بودم که هوادار دولت مصدق بودیم و اگر تظاهرات می کردیم برای پشتیبانی از ایشون بود. یه همچین وضعی بود دیگه. دقیقا چه سالهایی بود و چه فعالیت های سیاسی علاوه بر همین تظاهرات و اعتراضات اجتماعی اون موقع وجود داشت؟ به طور کلی بخوام بگم سالهای 20، یعنی از بعد از شهریور 20 بود تا موقعی که کودتای 28 مرداد شد و نقطه پایانی برای اون شرایط. بله، بر اینجور به هم ریختگی اوضاع و نمیدونم فلان. من میگم به هم ریختگی اوضاع چون بعد از اینکه این دوره گذشت افرادی که اون موقع فعال بودن حسرت این دوره رو می‌خوردن که کاش همون دوره ادامه پیدا می‌کرد. آره، نشد دیگه. می‌خواستن. چه فعالیت‌های سیاسی خودتون علاوه بر همین شرکت در تظاهرات داشتین؟ احزاب اون موقع چه فعالیت‌هایی داشتن؟ فعالیت‌ها بیشتر پارلمانی و مجلس و اینا بود؟ نه، احزاب بودن. احزاب بودن، فعال هم بودن. خب در سمت چپ حزب توده بود از اونجا اون موقع که خیلی فعال بود، البته متکی هم بود به اتحاد جماهیر شوروی و تقویت هم می شد از طرف اتحاد جماهیر شوروی از همه لحاظ.
و فعالیت سیاسیش هم هم جهت بود با اون چه که شوروی میخواست. منتها حزب توده اون موقع به یه نحوی تمام جامعه فرهنگی ایران رو، اگه بتونیم یه چیزی مجموعه ای رو به این نام بنامیم، تحت سلطه خودش داشت. فعالیت های ادبی و فرهنگی فراوانی در اون زمان کوتاه صورت گرفت بود. اینا کنگره های حزبی هم بود. بله. یعنی فعالیت یه جامعه مدرن یا نیمه مدرن میتونم بگم که وجود داشت در اون جوی که ما زندگی میکردیم. البته من اون جو رو زود ترک کردم، یعنی بعد از دوران دبیرستان اومدم به خارج کشور. اون وقت برای اینکه وارد چیز بشم دیگه، تحصیلات عالی بشم و پزشکی و این چیزا بخونم. بله، حتی هم براتون سخت بوده اون شرایط رو ترک کنی. و چیزا بود به اصطلاح ابزار سیاسی هم که داشتم تو مرزم، اونا رو هم با خودم آوردم. میخوام بگم که اینجا که اومدم به چیز پرداختم، مثلا به تحصیل پزشکی پرداختم، اینجوری نبود که سیاست کنار گرفته باشم، به خصوص که یه سال یا دو سال بعدش کودتای 28 مرداد رخ داد و از اون به بعد اون وقت یه دورنمای دیگه ای باز شد جلوی چشم ها که یه وظایف دیگری رو اختضا میکرد و ما هم تا اونجایی که عقلم میرسید و همین چیز جواب میدادیم. آقای دکتر، شنیدم که شما عضو فعالی حتی در حد بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی اون موقع بودیم در خارج کشور، همینطور که اشاره میکنیم فعالیت ها ادامه پیدا کرد. آره، کنفدراسیون مال اون موقع نبود، مال سالهای بعد بود. کنفدراسیون سال مثلا 50 به بعد، 40 1960-61 این وقتا تأسیس شد، موقعی که از فعالیت های دانشجویی هم اتفاقا شروع شد، فعالیت های دانشجویی خارج کشور که به دنبال فعالیت های سیاسی داخل ایران ناگهان نزج گرفته بود. زمان انقلاب نمیدونم سفید و نمیدونم حکومت امینی و اون اوضاعی که نمیدونم تو خاطرتون هست بله. یا نیست، یا بله. تو ذهنتون دارید یا نه، یک فضای مساعدی رو برای اینکه تمام کسانی که یه روزی دلشون میخواست مبارزه سیاسی بکنن دو مرتبه وارد صحنه بشن و دو مرتبه فعال بشن و دو مرتبه یک سازمان های یا یک دستجاتی راه بیفتند و برنامه بدن، نمیتونم استدلال بکنن، فعالیت سیاسی بکنن. این هم این آره، در بنیانگذاری چیز من هم یه سهم کوچکی داشتم به قدر تمام کسان دیگه‌ای که در اون موقع در بنیانگذاری کنفدراسیون شرکت کردن یا بعدا بهش پیوستن، چون از همان اول همه کارها درست نشد. کنفدراسیون یه موجود زنده ای بود که یواش یواش تکامل پیدا کرد. یعنی اولین سازمانی که تحت این نام به وجود اومد
کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در اروپا بود که ما که دانشجوی فرانسه بودیم به اضافه فدراسیون دانشجویان ایرانی در بریتانیا که اون موقع اونا فدراسیون شده بودن، یعنی تمام پهنه چیز رو داشتن، به اضافه چند تا انجمن دانشجویی در آلمان، ایرانی در آلمان. اینها کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در اروپا رو هسته اولیه شو به وجود آورده. اون وقت بعد دانشجویان ایرانی بقیه آلمان هم جمع شدن، برای خودشون یه فدراسیون درست کردن، مال کشورهای دیگه هم تا اونجایی که دانشجو بعد کافی داشتن اینا همین کاری کردن. یه سال بعد یا دو سال بعدش دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا برای خودشون یه تشکیلاتی به وجود آوردن که اومدن پیوستن به این کنفدراسیون و بعد از اون وقت دانشجویان دانشگاه تهران هم اعلام پیوستگی کردن به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در جهان که اون موقع کنفدراسیون شد مثل یه اتحادیه ملی، یعنی یه سازمان دانشجویی داخل کشور و به این عنوان هم بهش نگاه می شد. و فعالیت های خیلی گسترده ای داشتن های دکتر، یادم از سالهای 50 به بعد فعالیت های خیلی گسترده ای داشت، بله، و صدای مبارزات داخل کشور رو انعکاس می دادن، به ویژه حمایتشون از مبارزات مسلحانه بسیار چشمگیر بود اون موقع ها. بله، یعنی سایه مبارزات سیاسی اون موقع بود روی جنبش دانشجویی. خودشون سبز نشده بودن از چیز سایه، یعنی مبارزه سیاسی خاصی در اون موقع وجود داشت که حتما جنبش دانشجویی را تحت تاثیر خودش قرار داده بود به طور خیلی طبیعی. بله، آره، به طوری که ولی خب این عقبه زیاد مطلوبی نداشت به دلیل اینکه خیلی زود چیز شد، رشته رشته شد اصلا کنفدراسیون اینا. هر گرایش سیاسی یه تیکه از این مال عمومی که کنفدراسیون باشه رو به خودش سهم خودش دونست و اشغالش کرد و در اون زمینه فعالیت میکرد هم تا که بالاخره رسید به جایی که اصولا جنبش دانشجویان خارج کشور تبدیل شد به یک سازمان مخالف رژیم حاکم در ایران رسما. بله آقای دکتر، شما در کارهای فرهنگی هم چهره شناخته شده ای هستین. میدونم که مشخصا آثار بسیاری ترجمه کردید، مثلا در مورد فلسطین و جنبش مردم فلسطین. چه انگیزه هایی، چه نکاتی باعث میشد که به این سمت حرکت کنین و مثلا آثار مردم فلسطین رو، نویسندگان فلسطین رو، یا در مورد جنبش فلسطین رو ترجمه کنین؟ من فکر میکنم قبل از ظاهر شدن شما تو صحنه مبارزات سیاسی به اصطلاح
ستم دیده ترین مبارزان سیاسی که در تمام دنیا مطرح بودن حقشون رو افراد دیگه، کسان دیگه، گرایش های دیگه قبول داشتن ولی هیچ توجهی بهش نمی کردن فلسطینی ها بود قبل از شما. منظورتون قبل از مجاهدین؟ قبل از مجاهدین، آره بلد. قبل از مجاهدین. مجاهدین الان اینقدر رشد کردن که من یه همچه حرفی رو و یه همچه مقایسه‌ای رو با فلسطینی ها بتونم در آرش مندن. منطقه باید در نظر گرفت که فلسطینی ها البته یه ملت عرب بودن، از همبستگی ملت های دیگه عربی برخوردار بودن، بلد. کمک می شدن. با وجود اینکه حقشون رو می خوردند و بهشون نمی دادند ولی خب کمک های هم بهشون می شد که کارشون رو به طور روزمره راه می دادین. اما من چرا بهش پیوستم؟ خب بالاخره آدم یا این چیز رو به خودش داره که آدم سیاسی بشه یا نداره. اگه داشته باشه اون وقت خیلی راحت میشه چرا طرف فلسطینی رو گرفتی رو توضیح داد. هر نوع عدالت خواهی به اون سمت میکشید. نه منظورم به این که مسئله اعراب و اسرائیل در اون موقع وارد یک بگیم مرحله بحرانی یا یه مرحله حاد و تعیین کننده رسیده بود و اون جنگ بود، جنگ اعراب و اسرائیل در سال 67 که تکلیف سرزمین فلسطین و خیلی چیزاشو همون در محل روشن کرد و از اون به بعد مبارزه یه شکل دیگری گرفت. من فکر میکنم که انگیزه اساسیم همین این بوده، فکر میکنم. بعد با نزدیک شدن مثلا به سازمان آزادی بخش، اون موقع سازمان آزادی بخش بود که ابعادش چی بود؟ بست و قبض داشت، یعنی گاهی وقتا تمام گروه هایی که وجود داشتن می آمدن جز بهش، گاهی وقتا می رفتن بیرون به علامت اعتراض. ولی در مجموع به اصطلاح نشاندهنده یه جنبش سرزندهی بودن در یه سرزمین در بین ملت های عربی که اون موقع هیچ جنب و جوشی توشون نبود، لاقل از نقطه نظر سیاسی نه. خود سازمان آزادی بخش فلسطین هم یادته که از اول به صلاح با یک میزانسن خیلی پاتیتیک، چجوری بگم، خیلی پر احساس شروع شد. عملیات کرامه منظورتونه؟ عملیات اولشون منظورتونه که خودشون رو معرفی کرد؟ به وجود آوردن سازمانشون و عملیاتشون رو، آره همه رو هم میگن و اینجوری. بعد اون وقت افتاد توی خط این که مبارزه مسلحانه بکنه. مبارزه مسلحانه رو البته از اول میکرد ولی ضبط و ربطی به چیزشون دادن، به کارهاشون دادن. این انگیزه من
موقعی که رفتیم سراغ فلسطینی ها، البته خیلی چیزا آدم ازشون یاد میگیره دیگه. اینا یک سازمانی بودن که توی محل هم توی روز زمین هم فعال بودن، فقط یه نهضت فرهنگی نبودن. ولی خب ما از اون قسمتش محروم بودیم. آنچه که به ما میرسید تراوشات فرهنگی اینا بود که ضمناً روی میز روشنفکران جهانی هم قرار داشت. من خیلی خوب یادم اون موقع تو محیط فرانسه اصلا متشنج بود از بابت اینکه چگونه میشه قضاوت کرد این قومی رو که از هیتلر اون موقع خاطراتش خاطرات نزدیک بود. بله. آره. آسیب دیدن، آسیب های آنچنان آسیب دیدن که بعضی ها فکر میکردن که تا ابد معالجه نخواهد شد. بعد به محض اینکه دست خودشون به کار افتاد، نظیر همون کارها رو، البته میگم عین همون کارها رو، نظیر همون کارها رو با اعراب فلسطینی میکردن. آنچه که یادم میاد اینه که یک بررسی تاریخی از جنبش فلسطینیا که در حد مثلا یک کتاب نه خیلی پرورق بود، من از آقای ماکسیم رودنسون که اون رو به صورت یک نوشته‌ای که در یه شماره مخصوص تام مدرن چاپ کرد و بعد به طور سوا هم منتشر شد به صورت کتاب، ترجمه کردم به فارسی که خودم خیلی ازش استفاده کردم، چون ماکسیم رودنسون یکی از چیزا بود دیگه، یکی از انتلیکیوهایی بود که آدم رو چیز میکرد، فکرش رو جهت میداد، به خصوص از اینکه خودش هم مال همون ور دنیا بود. از اول یکی دیگه هم یه چیز بود مال نهضت، مال کمیسیون ها یا کمیته های مطالعاتی که به جنبش فتح نزدیک بودن و کار فرهنگی میکرد و پخش میکرد. اون یه سیاهه تهیه کرده بود که این رو من موقع ترجمه میکردم، این سیاهی که آخر کتاب می اومد، سیاهی زمین هایی بود که اسرائیلی ها از فلسطینی ها به زور گرفته بودن با جزئیات کامل که صاحبش کی بوده، کجا بوده، چی کار میکردن مثلا تو این زمین یا تو این صحرا یا تو این جاهای بزرگ و کوچیک بود، اینا رو لیست داده بودن. البته من ندیدم که اون لیست جایی مطرح بشه تو در دادگاهی مثلا رأی راجبش گذاشته شه، هیچی جز اوراق تبلیغاتی سیاسی بود که اون موقع پخش میشد. و واسه من خیلی جالب بود که یه عده رفتن توی این چیز، در توی این زمان اسرت نشستن، وقت خودشون رو گذاشتن واسه اینکه در بیارن که تاریخشون
چی بوده و چه جوری داره ساخته میشه. اونم من یادم میاد از این. ولی علاوه بر اون از این به اصطلاح جزوه های مطالعاتی که جنبش فلسطینی ها در آورد، من یه مقدار زیادش نمیدونم چند تا ترجمه کردم به فارسی و به چاپ هم رسوندمش تو ایران. البته چه سالهایی بود آقای دکتر حدودا؟ چه سالهایی بود حدودا؟ آثار در چه سالهایی منتشر کردی؟ این مال میتونم بگم مال یه جنبشی بود که فعال بود اون موقع، بسیار فعال بود و فعالیتش هم فقط توی جنبه سیاسی نبود، فقط هفتیرکش نبود به قول معروف، کارهای فرهنگی هم میکرد، به تاریخش هم توجه داشت و به اصطلاح حوزه نفوذ خودش هم در کشورهای عربی و هم در بقیه جهان سوم. ما جهان سوم بودیم، اسممون اینجوری بود. و همین مسئله احتمالاً روی شما خیلی آثار میذاره. سالهای بگیم سالهای قبل از اینکه آقای عرفات بیاد در رأس چیز قرار بگیره. آره. الان واسه من سخت تعیین بکنم که سالهای 60 میشه 70 میشه کجا میشه، ولی چون جنبش فلسطین یه جنبشیه که نمیدونم از بعد از جنگ دوم جهانی شروع شده، هنوز هم ادامه داره و معلوم نیست که یه روزی چیز بشه به آخر برسه. من واسم سخته چیز بکنم، جای دقیقش مشخص بکنم. آقای دکتر هزارخانی، این گستردگی فرهنگی و توجه به فرهنگ و ارزش‌های مبارزاتیشون و میهنیشون بیشتر جلب توجه شما میکرد یا مسائل سیاسی که میپرداختین به ترجمه و خلاصه انتشار نوشته هاشون و کتابشون و یا موضوعاتی که باش درگیر بودن؟ من به حساب خودم یه نوع به اصطلاح مشارکت متواضعانه خودم در کمک به فلسطینی ها میدیدم، برای اینکه عرض کردم فلسطینی ها در نظر من ستم دیده ترین جنبشی بودن که اون موقع من میتونستم تشخیص بدم. اگر مثلا من همه دنیا رو نمیشناختم، هیچ که همه دنیا رو نمیشناسه، ولی اگه میگفتن یکی رو انتخاب بکن، من فوری جنبش فلسطینی رو انتخاب میکردم. ولی آقای دکتر، شما از شخصیت‌های سیاسی فرهنگی کشورهای دیگه هم که میشه گفت چنین شرایطی داشتن، مثل ام سزر کتاب ترجمه کردین، آره. آثارشون رو ترجمه کردین. ام سزر، آره ام سزر چی بود؟ ام سزر یه نمایشنامه‌نویس بسیار با استعداد فرانسوی بود، هرچند سیاه‌پوست بود و مال جزایر مارتینیک بود که مال اون ور دنیاست، مال یه اینگه دنیاست به قول قدیمی ها اینا. از اونا هم ترجمه کردم. آره، یعنی ذوق ادبی محدود به فلسطینی ها فقط نمیشد. از ام سزر تقریبا سه تا نمایشنامه داشت تا اون موقعی که من بودم و این کار رو میکردم، ترجمه میکردم، که من هر ستا رو به فارسی ترجمه کردم. بعدش هم در آورد، مثل این که این نمایشنامه ها شدن استعداد فوق العاده ای داشت توی نمایشنامه نویسی، که کار سختیه. بعدش کسایی دیگه پیدا شدن، افکار جدیدی رو عرضه کردن که به نظر من افکار فوق العاده جالبی بود.
و از بابت اینکه موندگار بشه مثلا این افکار، من به تجربه اونها هم دست دادم. بله، مثل آثاری که در مورد شرایط اجتماعی اقتصادی در کشورهای دیگه. آره بود. دیگه الان یادم نیست. ببینید من از ایرون که در اومدم چی بود دیگه، ساک دستی من با خودم نداشتم، حتی کت تنم نبود که در اومدیم دیگه، یعنی همه چی رو اونجا گذاشتی در اومدیم بیرون. اینی که از من بپرسی که از اینا چند تاش داری، من میگم هیچ، مضافم به این که اون وقت به لحاظ آمادگی فکری هم من این آمادگی رو دارم که کتاب رو نیگر نباید داشت، گذاشت تو قفسه، اگه قرار پخش بشه پخشش کن، دیگران بخونن، اگه خودت خوندی بهش دیگه باش کاری نداری، ردش کن بره. این خاصیت هم داشته، اینه که هیچی ندارم الان. الان بگی یکی از آثارتو به من هدیه بکن، نمیتونم این کارو بکنم. آقای دکتر، به نظر میرسه که بین همه از فلسطین تا ام سزر تا کشورهای دیگه مبانی و هدفهای در تمام اینا بوده که شما رو جذب میکرده برای ترجمه این آثار و کماکان هم ادامه داره. خب اونا رو شما میتونید چیزای به صدا خصلتهای نمیدونم خصلتهای انسانی در این دوران بگیرید که آدم رو میکشه، اصلا به طرف خودش میکشه، واقعا میکشه، هم تو مبارزه سیاسی میکشه، هم تو مبارزه فرهنگی میکشه و هم به خیلی راههای دیگه میکشه که ممکنه راههای به اصطلاح خوب و سفارش شده هم نباشه، ولی یه جریان دیگه، یه جریان جهانیه که آدم ها نمیتونن از تأثیرش در امان باشن و لزومی هم نداره در امان باشن، خیلی خوبه که درگیر بشن درست. بله آقای دکتر، من از آثار شما یکی از آثاری که بیشترین تأثیر رو خودم گذاشته، چون دوران دانش آموزی بود و با دوستان دانشجو فعالیت میکردیم، کتابی بود یا نقدی بود یا تفسیری بود که بر کتاب ماهیسیای کوچولو زنده‌یاد صمد بهرنگی نوشته بودیم که تأثیر زیادی داشت و خیلی مورد توجه قرار گرفت. به ویژه اون موقع من و دوستان دیگه‌مون کتاب صمد رو به طور مخفیانه در دانشگاه‌ها منتشر کردیم به طور گسترده تا اونجایی که امکانش رو داشتیم. این یادی دارین از این خاطره و از این کار نقدی که نوشته بودین، تفسیری که نوشته بودین بر ماهیسیای کوچولو که خیلی تاثیرگذار بود خود کتاب و نوشته شما توی شرایط اون موقع جامعه؟ تنها خاطره‌ای که الان توی ذهنم هست میتونم بذارمش روی میز اینه که رفقای صمد، من یه سال وقتی در بازگشت به ایران، یه سال توی دانشگاه تبریز اونجا بدون اینکه استخدام شده باشم کار میکردم و صمد بهرنگی و علیرضا نابدل و خیلی از کسانی که بعداً جز فردایی ها شدن یا از همون موقع هم معلوم بود که چیزی، با اونا آشنا شدن. با صمد کوه هم می برد برا و خیلی خوب کوه نوردی می کرد. من البته چیز بودن دیگه، بچه از شهر اومده و ناشی، اصلا بلد نیست مثلا از سر بالایی بره بالا، اینجوری بوده.
اونا به من خیلی کمک کردن از این بابت. دوستان صمد، اونایی که خب صمد رو میشناختن، جمع شده بودن که یه شماره مخصوص در بیارن، عقب یه مجله میگشتن که حاضر باشه این کارو بکنه و یه ناشری که اینو چیز بکنه، بتونه چاپش بکنه و پخشش بکنه. توی اونجا بود که از منم خواستن که یه چیزی بنویسم. منم یه مقاله نوشتم دیگه، بیشتر از این که نبود، یه مقاله نوشتم دادم به مجلش، هم الان اسمش یادم رفته، فکر میکنم آرش بود، فکر میکنم بله آرش بود. منم اینطوری یادم میاد، نمیدونم، مال خیلی وقت پیش آخری نه بله مال 40 سال پیشه، بیشتر از سال. آره چه چیزی توی همین ماهی سیاه کوچولو بیشتر جلب کرده بود شما رو و چه چیزی رو میخواستین با این مقاله بگین، پیامشو بدین؟ خب این خیلی ساده، همون از اول که آدم شروع میکنه به خواندن معلومه که از کجا سر در خواهد آورد بعدم، یعنی وصف نوع مبارزه‌ای بود که اون موقع شایع بود، مبارزه مسلحانه توی صحنه سیاسی. من فکر میکردم که و فکر میکنم حالا هم که صمد بهرنگی اینو میخواست بگه و اینو گفته هستم و این شعار که نبود، که راه رسمی بود که خیلی از جنبش ها داشتن در اون موقع. نادر بودن جنبش هایی که چنین رسمی نداشتن. دوره شکوفایی مبارزه مسلحانه بود هستم. فقط صمد بهرنگی هم نبود که در قالب داستانی نمیگفت، چه گوارا هم همین نمیگفت، فیدل کاسترو هم همین نمیگفت، هوشمین هم همین نمیگفت. یعنی به صلاح یه نوع جهانبینی بود که در تمام دنیا شایع بود، منهای در بعضی جاها. یه چیز عام بود، اینجوری بگیم، یه چیز عام بود. و آقای دکتر، من یک خاطره دیگه هم دارم، اجازه اونم بگم. سالهای فکر کنم سال 57 بود، قبل از انقلاب، در مجموعه سخنرانی هایی بود که مؤسسه گوته گذاشته بود، اونجا هم من فرصتی دست داد، تازه از با تعدادی دوستانی که از زندان اومده بودن اونجا اومده بودیم، سخنرانی شما هم اونجا همیشه توی ذهن من هست که تو اون شرایط انقلابی بسیار مؤثر بود و اون مجموعه اصلا و سخنرانی خودتون. اون چه شرایط سیاسی داشتیم اون موقع و به نظر خودتون اون فعالیت چه کمکی به اون شرایط میکرد؟ والا واسه ما خیلی در لحظه خیلی سخت بود که فکر بکنیم الان حکومت راجع به ماها چه فکر میکنه. اون چی که ظاهر امر بود این بود که به هر حال انجمن آلمانی گوته حاضر شده بود که یه روز یا دو روز برای شعرخوانی یا سخنرانی اون باغ خودش رو
در اختیار کانون نویسندگان ایران بذاره که اونا بیان اونجا شعراشون رو بخونن یا سخنرانیاشون رو بکنن، حرفاشون رو بزنن. اما اینکه امروزی که گذروندیم فردا چطوری میشه، بازم میان سراغمون یا نمیان، اینا هیچ کدومش معلوم نبود. خود آلمانیا که مرتب در تماس بودن، امر به معروف هم میکردن گاهی وقتی، نهی از منکر بیشتر میکردن، اینا برای اینکه به آرومی طی بشه این جریان، خود اونا خیلی وارد جریان نبودن، در آدمایی که اونجا رو اداره میکردن. و برای ما اینجوری بود، توی یه راهی ما داشتیم میرفتیم که جلو پامون رو به زحمت میدیدیم در شرط بالاخره خفقانی که حاکمیت شاه ایجاد کرده بود دیگه. هرچند مبارزات مردم هر داشت اوج میگرفت، ولی تاثیرگذاری اون تاثیرگذار بود. بله بله، اما اینا آدم بعدم میفهمید که تاثیرگذار بوده. بله. آقای دکتر منوچهر اضافه می‌کنم. دوستان عزیز، طی این چند ماهی که از فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران می‌گذرد، هرچند رؤسای دولت گذشته و کنونی پاسخی مستقیم به هیچ یک از نامه‌های کانون نویسندگان ندادند، اما اظهار نظرها و نوشته‌هایی توسط پاره‌ای مقامات دولتی یا مطبوعات انتشار یافته است که می‌توان آنها را موضع‌گیری غیر مستقیم مقامات دولتی در برابر خواستای کانون دانست. پاره ای از دوستان عزیز من در اینجا می توانند به شما بگویند که وقتی مسائل دقیق تر و بهتر انجام می شود چه بلایی به سر هنرمند می آید. آقای دکتر، همین روزا من مقاله می خوندم از شما به نام با عنوان مقاومت، که فکر می کنم در اولین شماره های نشریه شورا چاپ شده، حدود سال 63، آبان 63، دیدم تعاریفی که شما اون موقع از مقاومت و مبارزه میکنین و همین امروز هم راهنمای مقاومت و ضد مقاومت یا تسلیم همون تعاریفه. اجازه بدید من یک قسمت شو بردم. نوشته بودین که از آن بیشتر جای خوشبختی است که این جوانان کم تجربه احساساتی هم هستند. فکر میکنم به شرایط فعلی خیلی میخوره این نوشته، یعنی رسیدن به آزادی و استقلال را حاضرند به بهای فدا کردن جان خود بپردازند و الا اسم زبونی، فرصت طلبی، توطئه چینی، حسابگری مافیایی و انواع کثافتکاری برای حفظ منافع حقیر خود میشد عقل و میشد درایت اجتماعی، میشد پختگی سیاسی. شما در آغاز صحبتتون به همین اعتصاب غذای جهانی اشاره کردین که مقاومت ایران، هواداران مقاومت ایران از خود مجاهدان لیبرتی شروع کردن برای رسیدن به اهداف و آرمانهایی که اعلام کردن. این رو در روی رو چگونه میبینید؟ در نوشته شما نشون میده که کماکان ادامه داره. خب برای خوشبختانه تا کماکان ادامه داره. این اشاره که شما کردید که خوشبختانه اینا جوانای احساساتی هم هستن، اون موقع سازمان مجاهدین اصلا به این عنوان می‌ذاشتن که اینا که تجربه سیاسی ندارن، که اینا فوقش میتونن یه سازمان جوانان یه حزبی باشن، که اون حزب البته اون وقت یه گنجینه سیاسی بودن. اینا تعریف های شما که تعریف های سازمان مجاهدین اون زمانه. البته کاری که اون موقع میکردن و کاری که الان دارن میکنن در امتداد هم دیگه است و همین خط درست همینه. من فکر میکنم، یعنی نظر من اینه، خط درست همینه.
کی میتونه بگه که اگر اون مقدمات نبود الان به اینجا میرسیدیم؟ هیچ کی نمیتونه بگه. بیشتر از همه شما به مسابقه سازمان مجاهدین خودتون سعی کردید که این رو مثلا به اثبات برسونید. این همه فداکاری تناسب به نظر من نداره با حرکتی که توی خود جامعه هست. ولی خب چیکار کنیم الان؟ اینجا هست که دیگه اون وقت چیزا از هم سوا میشه. راه من اینو با نهایت خوشبینی دارم میگم که اصلا توی چیزم نیست، توی مزاجم نیست خوشبینی. یعنی این که فرض میکنم که همه افرادی که عقاید مختلف دارن همشون خوشنیت دارن. بعضی ها توصیه میکنن که از سرعت بکاهیم، فکر میکنن که همه چیز از خود آدم اینجوری نیست. ازم اون پیری که میگفت تو گام به راه در نه و هیچ نپرس، خود را بگویدد که چون باید رفت، یه چیزی دستش بود که اینه میگفت، یه چیزی سرش میشد، یه چیزی حالیش بود که اینه میگفت. خب حالا راجع به این البته میشه بحث ها کرد که مثل این که دیگران هم دارن میکنن این بحث ها. ولی نتیجه ای که میشه الان ازش گرفت اینه که شما میگید این راه خوبی نیست، یه راه خوبتر بذارید جلو. این رو ما میگفتیم از همه اول، میگفتیم اگه این پس یا تغییر ده قضا را یا یه راه بهتر بذارید جلو. اینا گرفتاری های ما بود داخل جامعه مقاومت دیگه، و هست، نه اینکه بود و تمام شده. حالا تمام نشده، این چیزا هیچ وقت تمام نمیشه. و الان اعتصاب قضایی که همه لعن و نفرینش میکردن مثل اپیدمی همه گیر شده تو ایران، تو خارج ایران. تو کشورهای مختلف، تو محافل مختلف. چرا اینجوری شده؟ آیا مبارزان سیاسی مبتلا به یک بیماری روانی شدن که اینها رو هول میده به طرف زجر دادن خودشون؟ آیا اینه؟ یا اینکه راه داره بهت میگه که چجوری باید بری؟ گمان من اینه که خب از همینجا خیلی چیزا روشن میشه. اصلا آیا ما تلاش میکردیم که به همینجا برسیم؟ چرا نه؟ اگه این راه درسته چرا نه؟ آیا راه بهتری هم
بود، کسانی که ادعا میکنن بود باید نشون بدن که بود. بود رو باید با هست نشون داد، نه با کشف و شهود یه آدم مثلا تنها یا غیر تنها، با خودش باید تو جامعه نشون داد که هست، راه هست. اگه راه هست کدوم راه؟ وزنی که جنبش مقاومت الان داره من فکر میکنم قابل مقایسه نباشه با مرحله حتی پیش از خودش، پیش از شروع اعتصاب غذا. خب خیلی خوب حرکت کند بکنن، ولی اگر بخواد یعنی من وارد چیز بشم سینما بالا بزنم واسه اینکه حرکت رو کند بکنم و پس از اینکه سعی خودم رو کردم به نهایت کردم و هیچ نتیجه نگرفتم، اون وقت باید نتیجه عقلانی از کارهای خودم بگیرم. یعنی اگر وجود می داشت حتما خودش رو نشون می داد، به خصوص اگه کسانی هم هستند که در نهایت حسن نیت و در نهایت خوشبینی کمکم میکنن واسه اینکه زاییده بشه چنین پتانسیلی، اگر به طور بالقوه وجود داره زاییده بشه و بیاد به دنیا بیاد، کسی بعدش نمیاد که. اگر ولی کو یه مش توهماتی که آدم تو مغز خودش داره، به محض اینکه میخوای وارد دنیای واقعش بکنی اون وقت موقع امتحان دادن، موقع امتحان دادنه. اگر آماده نباشی واسه اینکه تا آخر پیش بری، میشه از اول حکم کرد که شکست خوردی. من فکر میکنم اوضاع کنونی اینو نشون میده. اعتصاب غذای دوستان و به اصطلاح همپیمانان و رهروان راه مقاومت اینه خودشون را آماده کردن برای این کار. البته دیگه حالا قصه خوردن تو سر خود زدن و نمیدونم چیشی و به خاطر بلاهایی که در راه با آدم میرسه، این یه مقدار حرکات اضافیه، یه مقداری هم اصلا قابل پیشبینی نیست. بعد هم زندگی اصلا همش همینه، مگه چیه؟ مگه بارها از این مقاطع خطرناک نگذاشتید؟ زندگی الان همش خطرناک. نه اگه زیادی حرف میزنم آی دکتر رضاخانی، مدتی هست که شاهد هستیم برخی ها به دعاوی مختلفی دست میزنن، دروغ هایی میبافن علیه مقاومت، علیه اعضای شورای ملی. مثلا حتما خودتون شنیدین در مورد شما میگن که شما چند سال پیش در رابطه با سردبیری هفته نامه ایران زمینی که به عهده داشتین به صورت اعتراضی استعفا دادین و این کار رو کنار گذاشتین، یا دعاوی مسخره دیگه‌ای که در مورد سایر اعضای شورا دارن. حتما شنیدین که در مورد زنده‌یاد خانم مرضی هم این چیزا رو میگن، اهدافشون چیه؟ خب وقتی که قافیه تنگ بیاد آدم مجبوره که از جاهای دیگه قرض بکنه، مثلا از دروغ گفتن و آسمان و ریسمان به هم بافتن و اینها شروع کنه، شاید به یه جایی برسه.
اینم البته توهمی است که افراد دارن قبل از اینکه سعی بکنن که راه حلی که به نظرشون رسیده و فکر میکنن یه راه حل بدیع الهیه، این رو امتحان بکنن ببینن که واقعا راه خروج داره یا نداره، چون خیلی هستن دچار این توهم هستن. سوالی که شما میکنید جوابش انقدر واضحه که من فکر میکنم که جواب تو خودشه. شما وقتی با دشمنتون طرفید از اون خیلی توقع همکاری نمیتونید داشته باشید، دقیقا همون حرفایی رو بزنید که شما میزنید، دقیقا همون کاری رو بکنه که شما فکر میکنید که خوبه که کردنش. اگه چنین کاری باشه دیگه دشمنی معنی نداره، دشمنی بالاخره یه مفهوم که تو عملا پیاده میشه دیگه، با این یا اون عمل، با این یا اون حرف، با این یا اون تلاش برای رسیدن به این یا اون نتیجه. آخه مدعی هم که دوستن یا به قول شما یه حرف جدیدی دارن یا نکته‌ای رو میبینن. نه خب ببینید، من چیز ندارم که ممکنه که تمام اینا توهم باشه، یعنی فقط در مغز افراد وجود داشته باشه. این توهم آرزه خیلی رایجی هم هست. من هیچ وقت چیز نکردم که خودم توهم ندارم، اتفاقا من خودم رو متهم میکنم به توهم داشتن، واسه این که بکوشم آثار این توهم رو پاک بکنم، یعنی زیر بارش نرم، چون توهم با آدم تحمیل هم میکنه دیگه. وقتی که آدم روی چیز میفته، روی غلطک میفته، اون وقت همینجوری خیال پردازی بال و پر پیدا میکنه، به جاهای خیلی دوردست آدم میبره. اینها بابا با شما مخالفن، شما پیشنهاد ادامه مبارزه میکنید، اونها اصلا راجع به فلسفه مبارزه حرف دارن، حرف اصلیشون اونجاست. بقیه برای ترمیم آثار ظاهرن بد، این حرف اصلیه. چون به بحث این که بگید شما مخالف هستن مقاومت هستید، نه ولی مقاومت که حساب و کتاب دار، حساب و کتاب دار میره توی رشته حسابداری و نمیدونم سود و زیان و اینا دیگه، خواه و نخواه، اون وقت اونجا اتفاقا جاییه که ذهنا رو نمیشه هماهنگ کرد، منافع رو باید هماهنگ بکنید تا در نتیجه حسابگری ذهنا هماهنگ بشه. خب شما اگه چیزتون این باشه، دورنماتون این باشه که یک جنبش مقاومتی رو که حالا به هر ترتیبی با هر زحمتی با هر جون کندنی هست داره یک کار رو پیش میبره، اگه چیزتون هدفتون این باشه که این رو بزنید خوردش بکنید، و هر کاری که به این کار به این هدف شما خدمت بکنه، این درسته دیگه، این کار درسته دیگه. اشکار اینه که هدفهای ما یکی نیست، ضد هم دیگه است، ضد هم دیگه است. منتها موقعی که عنوان میشه گاهی وقتا اینجوری برداشت میشه که
نه از بابت صلاح‌اندیشیه که ما این حرفا رو میزنیم، از بابت صلاح‌اندیشیه که ما میگیم این کارو نکنید، اون کاری رو که خودتون عقیده دارید بده، برای ما عقیده داریم که خیلی هم خوبه بکنیم. یعنی مسئله ساده است، وقتی که پیچ ور میداره ما یه اشکالی توی این پیچ خوردنش هست. دکتر به نظر شما علت تمرکز مشخصا رژیم و ازداد مقاومت روی خود مسئول شورا این چه هدفی داره و به چه دلیل هست؟ ای بابا دشمن اعلام شده شه که بهش نمیدونم 40 سال قبل 30 سال قبل اعلان جنگ داده، مگه نداده؟ بله. آخه بدون اعلان جنگ که وارد جنگ نمیشن که. باید اعلام بکنی، بعد بایستی که چی بکنی و اتمام و حجت بکنی که اگر این کارو بکنی ما اینجوری شد. شما توقع داری یه دشمن چجوری با اتون رفتار بکنی که شما راضی باشید؟ حتما اگر یه جوری رفتار بکنه که شما راضی باشید، درون خودش ناراضیه و این رو بهش یادآوری میکنه. مضافم به این که اینجا دیگه دنیای، ببین دنیای سیاست دنیای منافعه، دنیای حفظ منافعه، یا به صلاح برگرداندن منافع به صورت ایده ها، ایده های حالا فرض بکنیم که در آمدن از بحران یا ایده های نجات بخش، همین کارا رو میکنه. یعنی من هم شما هم اگر مشاور آقای چی باشید، رهبر معظم، و مورد مشاوره قرار بگیرید، بپرسه از شما که من چی کار بکنم خوبه، شما این خوبه رو به منافع اون یا به مصلحت اون ترجمه میکنید و میگید که همین کارهایی که تا حالا کردی رو ادامه بده. مگه نمی کنید؟ من که همین کارو میکنم، من همین کارو میکنم. خب دو تا دشمنی که اینقدر با هم صمیمیت پیدا بکنن که بتونن مصالح دیگری رو هر کدومشون تشخیص بدن، خب اون دیگه اون وقت یه وارد یه مقوله جدیدی میشیم، یه روانشناسی جدیدی میشیم، حتما یه واکنش های جدیدی از توش در میاد که اصلا ناشناخته است تا اونجایی که ما بلدیم شناختیم اینا. و این خود بدن اصلا بلده چجوری کوک بکنه که واکنش ها متناسب باشه با چیزهایی که به اصطلاح ضرباتی که دریافت میکنه و چجوری جواب بده. اینا به نظر من مسائل پیش پا افتاده یه تا همانجام بشه است، نباید تعجب کرد، اصلا نباید تعجب کرد. به همین دلیل هم من شخصا گفتم و تبلیغم کردم که نباید به افرادی که مقرض بودنشون جای شک نیست، با اینا اصلا وقت تلف کرد، دهن به دهن شد، جواب داد مثلا به ایرادش، اصلا ارزش نداره. این نظر من. خیلی از دوستانم با نظر من مخالفن، ولی خب باشه، من خودم این کارو نمی کنم. بله.
آقای دکتر میگید یعنی صفها انقدر جدا شده که اصلا ذاتی این شرایط و موقعیت مقاومت هست این وضعیت. من میگم که از کجا سوا شدن رو من نمیدونم، هرچی شما بگید قبول میکنم، ولی از جایی که سوا شده هرچه پیشتر بریم وقتی نگاه میکنیم میبینیم این اختلاف، این شکاف گشادتر شده. چرا اینجوری؟ آخه یه مصلحت اندیشی که اینقدر عوارض نامطلوب نباید داشته باشه که یه دفعه آدم ممکنه به این فکر بیفته که ممکنه من اشتباه بکنم. من خودم این فرض رو همیشه برای خودم در نظر میگیرم که ممکنه من اشتباه بکنم. اون با وقتی اینو گفتم میرم میشینم به دقت گوش میکنم ببینم طرفم چی میگه، بعد واسه خودم تحلیل میکنم که منظورش از گفتن این حرفایی که ربطی هم به موضوع اصلی نداره چی میتونه باشه. من نتیجه گیری که کردم اون وقت پای نتیجه گیری وامیستم. آدمایی که وارد اعتصاب قضا شدن هر کدومشون آدم های عاقل و بالغ و تحصیل کرده هستن، اینا حتما میدونستن که قضا نخوردن بعد از یه مدتی اصلا تمام رس آدم رو میکشه، به قول قدیمی هم هرچی نیرو داری اینا از تو فرار میده میبره، و در نتیجه اگر اصرار بکنی میرسی به جایی که در آستانه به قول شما خودتون شهادت قرار میگیری. اینو نمیدونم، یعنی آدم فکر بکنه که بعضی از آدم ها هستن به این تعداد خیلی زیاد که این چیزها رو نمیدونن، اصلا نباید وارد این بازی بشه، بازی سر کله زدن با آدم نفهم، از قول اونا میگن. بله. که چی؟ همچنان که خیلی از آدمای دیگه میگن روزانه در دنیا به مناسبات مختلف یا گاهی بدون مناسبات مختلف تعداد زیادی آدم زیر دست با از بین میرن، کشته میشن یا میمیرن یا عمرشون تمام شده مثلا. خب اینجوری باید مسئله رو در یک دنیایی که ناآگاهی بر اون حاکمه. اما اینایی که آگاهانه دارن این کار رو میکنن در یه جور دیگه بهشون نگاه کرد. من حرفم همینه، حرفم خیلی ساده است، اصلا بیانش به نظر من زائده، چون توی خمیره خود بشر این چیزا به صورت پیشفرض حک شده، ضبط شده، راهنمایی میکنه بدن خودش. آقای دکتر رضاخانی، بعد از قتل عام 52 مجاهد اشرفی در دهم شهریور ماه سالی که توش هستیم، شاهد حمایت‌های گسترده نویسندگان، شخصیت‌ها و هنرمندان ایرانی از پایداری و مقاومت مجاهدین بودیم که مورد جنایت مزدوران رژیم در عراق قرار گرفتن. این حمایت ها به نظر شما چه پیامی داره؟ ارزیابیتون از این حمایت ها چی هست؟ تشویق کننده راه چیز استقامت و پایداریه. من معنی دیگه ای واسش نمیشناسم. اگه نیست چیه؟
شاید یه عده آدمایی هستن که به اصطلاح در عالم خیال خودشون رو جای اون افراد مبارزی میذارن که تو صحنه هستن الان و دلشون میخواد مثلا این سرنوشتم خودشون هم میتونستن داشته باشن. اینه که آرزوشون رو بیان میکنن، اما این آرزوی اصیلیه، خیلی خوبه که آدم به اونجا برسه که باشه خودش به لحاظ درونی هضم کرده باشه اینا، که بالاخره از اونجایی که عمر یه آغازی داره یه پایانی داره، این پایان ممکنه که توی همین ماجرا باشه. ممکنم هست که این ماجرا آرزوی اون نباشه، ولی چیزیست که اون بدش میاد، به کلی بدش میاد و این رو یک ضربه به خودش حساب میکنه و با آنچه که بهش باور داره حساب میکنه. خب دو تا حالت متضاد هستن، ولی توی مبارزه همیشه که ما توی مبارزه هستیم همیشه یه خط جبهه هست که یه طرف رو از طرف دیگه جدا میکنه. شما هیچ وقت پاتون رو اون ور خط نمیذارید، همچنان که اون طرفتون پاش این ور خط نمیذارید. البته اینکه همیشه میگم از نظر خیلی از لیبرال های امروز خیلی هم خط قرص و محکمی نیست، میشه از هر رفت آمد کرد و حتی آبونه شد در رفت آمد به اون طرف خط و برگشت سعی و سالم. البته این هم شاید یکی از اون چیزهای به صراح توجیهات راه فرار باشه، ولی همین جوریه، اینجوریه تو مبارزه یه طرفش خطره، اون طرف بی خطرش بی نتیجه هم هست. شما اگه نخواهید هیچ ریسکی رو بپذیرید، هیچ ریسکی رو بپذیرید، اون وقت ناچارید که ساکت باشید و ساکن، یعنی حرکت هم دیگه نداشته باشید. آره اینا نمیتونم قوانین فیزیکی هستن، به آدمیزاد و مبارزه و اینا خیلی مربوط نمیشه. آره همدیگه رو جذب میکنن، یا پدیده هایی که با هم یک نواختی دارن در اینجا ارزش هایی. آره که شما میگی. آره همین که ببینید مبارزان شما رو در صحنه میان تشویق میکنن، خب این یه نشانه همبستگی دیگه. حالا همبستگی از راه دور اشکال نداره، همبستگی از راه دور باشه، این همبستگی از راه دور میتونه تحول پیدا کنه به سمت خوبش که همبستگی از راه نزدیک باشه. اینهایی که کلام تشویق‌آمیز میگن میتونن قادر باشن به اینکه فردا صبحش مثلا به شمایی که دستن در کارید و کلی وظیفه جلو را چیزون رفته، کمک مالی همچنان که میخواید که بکنن بکنن، واقعا بکنن، از کشور خارج بشن برن در یه جای شفران کمکشون بکنن، قابل تحوله در اون جهت خوب. در جهت بعد هم البته ممکنه که قابل تحول باشه اگه اتفاقا زیر دست رژیم بیفتن و اون وقت شکنجه بسن، اینا ممکنه
وسط را ول بدن از کاری که تا حالا کردن، این هم ممکن. آقای دکتر رضاخانی، حتما در جریان خبرها هستین، پیگیری میکنین. همین چند روز پیش بود که سرانجام کشورهای پنجه به علاوه یک و رژیم یک موافقتنامه امضا کردن. تحلیل های مختلفی دیده میشه در اطراف این توافقنامه. بعضیا میگن که جام زهری بود برای رژیم، بعضیا میگن که نه، رژیم امتیازاتی گرفته، حتی تو خود رژیم تحولاتی ایجاد کرده و اعتراضات و تضادهایی در خود رژیم تشدید کرده. مثلا بعضیا این توافقنامه رو با توافقنامه ترکمنچای و دادن امتیازات زیادی مطرح میکنن. شما برآورد و ارزیابیتون چی از این قضیه؟ خب قرارداد ترکمنچای توی جنگ های ایران و روس تکلیفش میتون شد، نرفتن تو ژنو های چیچی بشینن اونجا با هم مذاکره بکنن، بعد از اون تو در بیارن که بایستی که شهرهای 17 قانه مثلا قفقاز رو روسا تحویل بگیرن، رسیدن بدن به دولت شاهنشاهی. تو زمین تکلیف شروعشن کردن، شکست خورد لشکر ایران، اگر شکست نمیخورد البته باید تعجب بود، ولی خب شکست خورد، چیزش هم داد، تاقوانش هم داد. اینا رفتن میخوان کنار بیان با جامعه بین المللی بگیم که پنج به علاوه یک، بعد نواینده پنج به علاوه یک نیست که نه، نواینده خودشون میگن نواینده جامعه بین المللی، ما فرض میکنیم که همینجوری رفتن میخوان با بقیه دنیا کنار بیان. خلاصش در حالی که ادعاشون بیش از اینه بوده و هنوز هم مثلا دار دست خامنه ای اینا روی همین ادعاهای احمقانه شون که مدیریت جهان رو میخوان، حتی ببینید با مدیریت یه جامعه کوچک مثل ایران چه کردن که حالا با مدیریت جهان هم میخوان از چیزا بگیرن، از غربیا بگیرن. اینا ادعاشونه. مذاکراتشون هم مخفیه، یعنی نبایستی که فاش بشه، چون به محض اینکه فاش بشه اولین ترک توش وارد اومده و این ترک میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه. اینا رو با هم توافق کردن. اونجور که پیداست پنج به علاوه یک نیازی به جلب رضایت رژیمی ها نداشتند. رژیمی ها به عکس نهایت نیاز رو داشتند به جلب رضایت و در نتیجه گشاده دستی پنج به علاوه یک. اینا از میان اون چی که نمی بایستید گفته می شد ولی گفته شده به هر ترتیبی در میاد، هست، ثبت شده است. خب یک موازنه نامتعادلی است، یه طرفش خیلی قویه یه طرفش خیلی ضعیفه. چون توقع دارید از این تو چی در بیاد؟ حال در نهایت بی طرفی، نه طرفدار هیئت حاکمه خودتون هستید باشه اون خوبی میخواید، نه طرفدار غربی هایی هستید که خب اونا هم سابقه خیلی خوشی ندارن، ولی از این رویارویی دو تا نیرویی که هیچ تناسبی به هم ندارن چی در میاد؟
یکی باید اون یکی دیگر بخوره یا یکی باید اون یکی دیگر توی جامعه بین المللی ادغام کنه، اینجوری بگیم محترمانه تر. آخرش اینجوری باید بشه دیگه. این البته خب برای سرنوشت آینده بلند مدت اهمیت داره، ولی نحوه این اقدام هم که چجوری بشه و کدوم راه ها بگذرند اینا که باز هم هیچ چیزی ازش مشخص نیست. اون هم به جای خودش مهمه. ما اما حسابمون از اون سواست، ما یه راه دیگه داریم میریم اصلا به اونجایی که اونا میخوان برسن با هم، ما هیچ وقت اونجا نمیرسیم. به اونهایی که تو فکرشون گله هم میکنن یه چیزایی رو واسه اینکه نتیجه گیری کنیم، ما اصلا تو اون فکر نیستیم. ما میخوایم رژیم حاکم بر اون گربه زیبای خاورمیانه ای رو ساقطش بکنیم. تصمیم گرفته شده و اعلام شده باورمندی نیست. بله. اصلا تو اون خط نیستیم، تو خط سازش نیستیم که. چه برسه سازش با گربه خورا؟ آره دو تا رشته به کلی سواست هستن، دو تا فعالیت انقدر متفاوته که ممکنه به جاهای عکس هم دیگه برسه. البته با هیئت حاکمه ما همیشه این دعواهای رو داشتیم و همه هیئت های حاکمه که تو حال بودن اینا، ولی غربی ها شاید انقدر چیز نداشته باشن، انقدر تجربه توی ور رفتن به این پدیده های نوظهوری مثل بازگشت به 4000 سال پیش رو نمیدونم این چیزا نداشته باشه که الان باش مواجهن. اونها یا خود فکرشون از کار بیفته شلوغ بشه به نظر میاد که طبیعیه، چون برای اولین باره که با یه پدیده های در همین امروز مواجه شدن که متعلق به زمان کنونی نیستن، متعلق به دیروز هم نیستن، متعلق به یه دنیاییست که ازش خیلی سال گذشته، خیلی قرن هم گذشته و تجدید شدنی هم نیست. استنباطتون آقای دکتر از این موقعیت رژیم و پیامی که برای مردم ایران داره چی هست؟ چه چیزی رو نشون میده این وضعیت؟ پیام رو بایستی که چیز کرد، بایستی که از مجموعه این توصیف ها پیام رو در آورد. پیامش این هست که تلاش برای ساقط کردن رژیم هم مشروع، هم سالم، هم در واقع من از گفتن کلمه محتوم دلم نمیخواد بگم، نمیدونم چرا،
برای اینکه یه جوری دارم میگم که به خودم وابسته نیست، در حالی که میخوام اینو بگم که به خودم وابسته است. اینه، یعنی راه صحیح اینه، راه صحیحی که نسبت مقاومت ما پیش گرفته و در پیش میره توش اینه. این پیامیه که من میگیرم و پیامیه که من رواجش میدم. اگه کسی از این مورس نظر چیه، من اینه میگم بهش و دعوتش میکنم به این که بپیونده به مقاومت در هر حدی که بسش مقدوره. الان یه گرهگاهی، ما توی یه گرهگاهی، اگر مقاومت این همه اهمیت نداشت برای کسی که اونجا نشسته و سعی میکنه که عوضش با کشورهای دیگه رو هم بریز و به دوستون بکنه و اینا، خب اینقدر انرژی نمیذاشت واسه این که همچنان که شما گفتید این جنبش رو از صدر تا ذیل اگه میتونه از بین ببره، اگه نمیتونه از راهش خودش، از راهی که دارن میرن در بیاره، بندازه تو بیراهه یا اصلا فلجش بکنه، یا اگه خیلی استعداد خودشون نشون دادن به لحاظ روانشناختی، اون وقت بکشونتشون به ندامت از این همه انرژی که گذاشتن و این همه راهی که رفتن. چون راهی که رفتن همین الان که نگاه میکنید به نظر راه طولانیه، راهی نیست که ظرف چند سالی که ما صرفش کردیم اینا این نتایج رو بده. خود ما میگیم بی‌سابقه است دیگه، ما خود ما میگیم بی‌سابقه است. بی‌سابقه من که توی دوره زندگی خودمون بی‌سابقه است، بی‌سابقه اصلا توی اشهر تاریخ بی‌سابقه هست، کسی این کار رو نکرده و شاید کسی دیگه هم نتونه بازسازی بکنه یه همچین مثلا سناریوی رو در آینده، یا دور یا نزدیک، چون معمولا سناریوها ها منحصر به فردن، انقلاب ها منحصر به فردن، یه دفعه اتفاق می افتن در یه جا و دیگه تکرار شدنی نیست، معمولا اینجوریه. آره، من این چیزا رو میگم و تبلیغ میکنم، باید برای سقوط رژیم فعال شد. خیلی ساده است، منتها کارش یه حده سخت، کاری سخت. ولی این مردم نشون دادن که میتونن بکنن. مردم نشون دادن که اگر، آره، اگر دورنمایی باشه نوید دهنده آینده بهتر از آنچه که امروز هست و هیئت حاکمه سعی میکنه این رو سرنوشت بی گفتگوی اون ملت رشید جا بندازه، اگه چنین دورنمایی هست، خب میان تو میدون برای تصویر حساب نهایی. و شما این دورنما رو میبینین آیه جان؟ و شما این دورنما رو میبینین؟ من امیدوارم، آره، از این بابت من امیدوارم، آره.
میگن آدمی به امید زنده است دیگه. منتها خب امیدم مثل خیلی چیزای دیگه بستگی به سن و سال آدم هم داره دیگه. خیلی ها وقتی با پایان راه شخصی خودشون رسیدن دیگه امید داشتن و نداشتنشون خیلی مطرح نیست، ولی واسه نسلایی که مرتب تجدید میشن و میان تو کار واسه اونا خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. من فکر میکنم که نهضت یا جنبش مقاومت که ما بایستی که متوجه اون نسلا باشه، ولی نسلهای بعد از ما هستن که آینده جامعه ایران هستن. بسیار متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردین. تشکر. مثل همیشه به ما و تشریف آوردین و این بحث و گفتگو رو با هم داشتیم. همینطور تشکر میکنم از میهنانی که ما رو همراهی کردن و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی ممنون شد. منم از شما خیلی تشکر میکنم. دستتون درد نکنه.